أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دوستان و عزیزان گرامی حاضر در برنامه اعجاز علمی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با یکی دیگر از سلسله حلقات فصل چهارم اعجاز علمی در محضر شما گرامیان قرار دارم با همکاران عزیزم، و موضوعی را که در جلسه قبل با هم آغاز کردیم به ارتباط سفر انسان به فضا و صعود به آسمان و پرداختن آیات از قرآن کریم به این حقیقتی که یک روز خواب و خیال بود برای بشریت، اما امروز فرازهای و جلوه های از آن به تحقق نشسته است. کسانی در گذشته و کسان امروز از روی بی اطلاعی، از روی عدم تعمق، از روی نفهمی و سطحی اندیشی، وقتی نام دین مطرح بشه، نام قرآن کریم مطرح بشه، نام اسلام مطرح بشه، اینا یک نگاه اثر استهزا و اثر در حقیقت نوعی طعن، اینها به طرف می اندازن و میگن تو ببین اصل فضا رو ببین، این از چه چیزهای صحبت میکن. امروز بشر به فضا حرکت میکنه میره، این میای برای ما از چه فضای های صحبت. اساساً چون با قرآن رابطه ندارن، چون از فهم و از تأمل در حقایق قرآنی کاملاً فرسنگ ها دورن، هنوز هم نسبت به اینکه قرآن 1400 سال پیش از حرکت علمی که کنون بشر به این حرکت رهرو است و از انکشافات علمی که امروز بشر به آن رسیده قرآن جلوتر است، از این واقعیات ناآگاهند و از روی ناآگاهی، دورپنداری، گمان و ظن خود، همونطوری که قرآن کریم هم در آیات اشاره کرده است که اتباع از ظن و گمان میکنند، پیروی از ظن و گمان میکنند، فقط گمان خود را داور قرار میدن و نه علم را و نه منطق را و نه معیارهای حقیقت را. شما ببینید عزیزان، در جلسه قبل هم برای من شما روشن شد که الله متعال به صراحت تمام در سوره مبارکه انشقاق آیات 16 تا 19 سوگند یاد میکند به اینکه انسان طبق بالای طبق و طبق بالای طبق رو به فضا خواهد رفت و صعود خواهد کرد، چه با وسایل خود مانند ماهواره ها و مانند سیاره گرد ها، مریخ نورد ها و امثال آن، فیوژر ها، تلسکوپ های مانند هابل و جیمز و امثال آن، و چه با اشخاص خود و ابدان خود و تجسم خود اینها خواهند رفت. فلا اقسم بالشفق و اللیل و ما وسق و القمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
آیه کریمی که عنوان مبحث من و شماست و در فصل قبل ایره باز کردیم و حالا ادامه مبحث را با هم خواهیم داشت. الله متعال می فرماید ضرورت به قسم نیست، ولی من قسم می خورم به شفق، که یک پدیده بسیار بسیار زیبایی هست شفق، به خصوص در مناطق قطبی. و قسم به شب زمانی که گرد می آورد و فرا می گیرد فراگیرندگان خود را، هر کسی به آشیانه خود می رود، به شمول انسان، به شمول حیوانات، به شمول پرندگان و بسیاری از خزندگان. و القمر اذا تسق، و قسم به ماه زمانی که بدر تمام می شود. همه این قسم ها مقدمه است برای چی؟ برای اینکه پروردگار متعال بگوید که لترکبون طبقا عن طبق، یقینا که شما طبق بالای طبق شما رکوب خواهید کرد، سوار خواهید شد بر فضا پیماها و سوار خواهید شد بر طبقات جو و بالا خواهید رفت، طبقا عن طبق، طبق اندر طبق. شک در این نیست عزیزان، و آیه کریم صراحت عام و تام دارد در این حقیقت که این آیه کریمه وجه بسیار تکان دهنده را در بر دارد از وجوه اعجاز علمی قرآن کریم، که به طور صریح اشاره دارد به غزو الفضاء، یعنی اینکه انسان میپیماید، یا به تعبیر معاصر فتح می کند. کلمه فتح یا کلمه مناسبی نیست، لکن بشر به کار می برد فتح فضا. فتح هم به معنای گشودن است. معنای کلمه فتح، معنای حقیقی از اون، معنای گشودن است، گشودن فضا، سفر به فضا. و ما و شما از 100 سال به این طرف این تلاش ها را داریم، و حالا سازمان مانند ناسا و سازمان های دیگری که در اروپا هستند و در جاهای دیگر، اینها تدارکات دارند و شب و روز در این راستا به صدها و هزاران دانشمند و اندیشمند افکار خود اینها با هم شریک میکنند و جمع میکنند و از آخرین تکنولوژی زمان هم استفاده میکنند و به تکنولوژی های برتر فردا هم می اندیشند برای اینکه بروند به طرف بالا. و بعد از سفر به ماه فعلا نوبت مریخ است. البته ممانع بسیار زیاد است، اونقدر که بشر خوشبینه که بسیار زود این سفرها انجام بشه، میبینین خوشبینی ها کم کمک رنگ میبازد. یک روزی ما و شما بیاد داریم که بحث سفر به مریخ در سال 2023 یا 2025 مطرح میشد، که ما و شما در آستانه 2023 قرار داریم، هنوز هیچ خبری نیست. و 2 سال هم برای تدارکات رفتن به مریخ فرصت اندک است، لکن به هر حال این به عنوان یک تفکر، به عنوان یک نقشه، به عنوان یک طرح و تدوین امروز روی میز سازمان ناسا و سازمان های دیگر قرار دارد. پیش بینی ها این است که در آغازین سفر به مریخ 6 نفر فضانورد شرکت بکنند و اینها سفر بکنند به مریخ. البته یک پیشبینی و یک گمانه هست تا به حال، اینکه به واقعیت چی وقت میپیوندد این بحث دیگر است. و این سفر بین 20 تا 40 بلیون دلار، نه میلیون دلار، 20,000 میلیون دلار تا 40,000 میلیون دلار سفر 6 نفر مصرف دارد، که یک بازه زمانی را هم در
در بر میگیره طبق پیشبینی ها یا تصوراتی که وجود داره، این بازه زمانی 10 سال تمام را در بر خواهد گرفت و 100 تا سفینه در 3 مرحله اینا به طرف فضا فرستاده خواهند شد، که البته اشکال از این هم در اینجا هست. من امیدوارم دوستان ما ایش اشکال برای شما و این نقشه ها بتونن بدن و شما این طرح ها را به صورت مصور هم مشاهده بکنید. اولین سفینه، سفینه بدون سرنشین خواهد بود، بشر در اون نیست، فرود خواهد آمد به سطح مریخ. حامل 2 سفینه دیگر است، یک سفینه سفینه است برای صعود به سطح فضای مریخ، اونجا قرار داده میشه، و یک سفینه دیگر به صورت یک کارگاه است که این کارگاه ذخایر با خود حمل میکنه، مواد سوخت. این طبقه اول هست به اصطلاح، لترکبون طبقا عن طبق، در طبقه دوم باز سفینه بعدی فرستاده میشه، این هم بدون سرنشین هست، یک واحد مسکونی رو با خود ای حمل میکنه. این واحد مسکونی آماده ساخته شده و یا میشه و قرار بشه برای هبوط و فرود آوردن به سطح مریخ، و این واحد مسکونی در یک مدار پیرامون مریخ ای شناور خواهد بود. بعد از اینکه این 2 فضانورد مأموریت های خود را که 26 ماه در بر میگیره اینها انجام میدن و یا قرار است بدن و یا تصور بری است که بدن، آخرین و سومین طبقه سفینه است که 6 تا فضانورد در اینا را قرار است با خود حمل بکنه و اینا برند و بپیوندن به او واحد مسکونی، داخل او واحد مسکونی به صورت یک اتاق کس با تجهیزات فوق العاده پیشرفته که قابل زندگی بتوانند باشند، اونجا زندگی بکنند با امکاناتی که بتوانند زندگی بکنند، و اینها رهنورد راه مریخ خواهند بود. و این حرکت اینها 500 روز در بر میگیره، یعنی بیشتر از 1.5 سال اینها این حرکت اینها به طول می انجامه. و بعد وقتی اینها میرسند به اونجا و در داخل واحد مسکونی، بعد از اینکه مدت بعضی از آزمایش ها و مسائل انجام میدن در طول این 500 روز، اینها وارد اون سفینه میشن که قبلا فرستاده شده و صعود میکنن با این سفینه به فضای مریخ، و بعد از زمین سفینه دیگر فرستاده میشه و سفینه اونها میپیونده که اونها رو با خود گرفته و پس دوباره برگردانه به زمین. اگر که امکانی متصور باشه و اگر که همه محاسباتی که انجام میدن با صرف 40,000,000,000,000 اینها این محاسبات جواب بده، که خیلی از محاسبات فضایی میبینین که در عمل ناکام شده و باز دوباره تکرار شده و باز سباره تکرار شده و بالاخره تا به جاهای رسیدن، خود این نشان میده مصداقیت این آیه کریمه که لترکبون طبقا عن طبق. البته بشر حتی فکرهای خیلی بالاتری هم در این راستا داره که
وقتی سفر به مریخ آخرین مرحله سفر بشر نباشه و بعد فکر بکنه به سفرهای فضایی بیشتر. پرسشی که در اینجا مطرح میشه عزیزان، چه کسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را 1420 سال قبل خبر داد که عصر فضا در حال گشوده شدن هست و در زمان یا آیات نازل میشه که تمام همت بشر در سفر معطوف به شطور هست؟ در بیابانهای جزیره العرب اسب توان ای را نداشته بیابانهای را به فاصله یک ماه بیابی طی بکنه. قاطر و الاغ و اینها عاجز بودن از این کار، فقط شطور با این ماهیت و ترکیب ساختمانی که داره و با این ساختار که داره که الله عز و جل از این ساختار یاد کرده و به عظمت یاد کرده، در آیات از قرآن کریم شطور میتونه که این مسافت ها را بدون آب و بدون آذوقه میتونه طی بکنه. عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عصر شطور است و سفر به شطور، و قوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امت نزدیک به اونها مردم مکه از شام به یمن آخرین و دورترین برد حرکت اونها سفر از مکه و مدینه منوره و مکه مکرمه به شام است تا یمن، و نهایت آرزومندی از اینا همینه که بتونن همین فاصله رو طی بکنن. چنانچه الله رب العالمین از این واقعیت خبر میدهد در سوره ایلاف، لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، که سوره بنام سوره قریش رسما بنام سوره قریش نامیده میشه. یعنی الله متعال از این واقعیت سخن میگوید، واقعیت سفر زمستانی و تابستانی مردم مکه. لترکبون طبقا عن طبق، البته تصور بشر در این که روزی بتونه به فضاهای بین نجومی هم بره رد نمیکنه. یعنی این گمانه یا این تصور برای بشر یک تصور محالی نخواهد بود. چنانچه در سوره مبارکه الرحمن آیه 33 الله متعال به صراحت می فرماید عزیزان و گرامیان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای گروه های جن و انس، جنیان هم مخاطبند که امکانات اونها در این سفرها نظر به ترکیب و ساختار اونها که ساختار موجی هست در صورت دود و دخان هستند، اینها امکانات اینا بیشتره. و ای معشر انس، ای انسان هایی که با گوشت و پوست و استخوان خود حضور دارید، این استطاعتون اگر می توانید ان تنفذو که نفوذ بکنید، من اقطار السماوات از مناطق و قطرها و سرزمین های آسمان ها و زمین، فنفذو شما این کار بکنید، نفوذ بکنید، راه باز است. ولی بدانید که لا تنفذون الا بسلطان، شما نفوذ کردن می توانید مگر با سلطه و قدرت، که این سلطان در علماء امروز به عنوان سلطه علم و سلطان علم، سلطان به معنای قدرت و سلطه، این سلطه را به عنوان سلطه علمی تعبیر کردند. حقیقت دیگری که امروز در عرصه کشف فضا، فتح فضا یا گشودن فضا و سفر به فضا در قرآن کریم مطرح شده، از نظر ترمینولوژی
یا کاربرد واژگانی در این راستا میبینیم که به دو واژه قرآن کریم این پرداخته است، یک واژه صعود و یک واژه عروج. واژه صعود را قرآن کریم به کار میبرد در سفرهای کوتاه و در صعودهای به اصطلاح با بردهای پایین و فاصله پایین، و واژه عروج را معمولا در قرآن کریم استفاده می شود و به کار برده شده است برای سفرهای دور و پروازهای بسیار بسیار عظیم. در آیات از قرآن کریم هم از صعود سخن گفته شده است و هم از عروج سخن گفته شده است. و این که از صعود و عروج سخن گفته شده است، این به تنهایی نیست، در همین سطح محدود نیست عزیزان، بلکه از کیفیات صعود هم سخن گفته شده است و از کیفیات عروج هم سخن به میان آمده است و به مؤلفه ها و عناصری که صعود و الزاماتی که به همراه دارد و تبعاتی که به همراه دارد و پیامدهایی که یک صعود به آسمان میتواند برای انسان رقم بزند، به این هم پرداخته شده است. چون دوستان اشاره میکنن وقت اینجا سر به اختتام است، برن فقط در این راستا یک آیه کریمه را با هم دیگر میخوانیم و این را ترجمه میکنیم به تعبیراتی که به کار برده شده، به اونها میپردازیم و بعد انشاءالله ادامه مبحث را با هم میگذاریم به حلقه بعد و جلسه دیگر. الله متعال در سوره مبارکه انعام آیه 125 می‌فرماید: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء كذلك یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. می‌بینید عزیزان، عصر پیامبر عصر شطور است، عصر صعود به آسمان نیست، ولی قرآن در این آیه صراحتاً از صعود به آسمان سخن میگه و از کیفیات از او هم سخن میگه. میفرماید هر کسی را که الله بخواهد هدایت بکند، سینه او را برای اسلام باز میکند و گشاده میگرداند، و هر کسی را که میخواهد گمراه بکند، یعنی در گمراهی که خودش انتخاب کرده، خود این انسان او را در همون گمراهی، در همون حالت گم کرده راهی قرار بدهد و تثبیت بکند، سینه او را برای اسلام چکار میکردند؟ تنگ میگرداند و پرفشار، که وقتی نام اسلام برده بشه، نام قرآن برده بشه، این روحیات ای در هم میریزه و حالت تراکمی بی پیدا میشه، انقباض صدر بی پیدا میشه، حالت دلتنگی پیدا میشه، حالت کج خلقی و بدخلقی پیدا میشه، فشار و فشار و فشار در خود احساس میکنه، احساس به تعبیر اشمعزاز میکنه. و اینجا یک تشبیه قرآن کریم به کار میبره که انما یصعد فی السماء، گویی اینکه ای به آسمان صعود داده میشه، که از لوازم صعود به آسمان عبارت از احساس فشار و کمبود اکسیژن و احساس تنگناست، که این حقیقت را در جلسه بعد با هم دیگر می دانیم. لیکن در عصر نزول قرآن کریم این معجزه است که کسی به آسمان صعود نکرده تا بفهمه که دچار تنگی نفس میشه، دچار فشار میشه، دچار انقباض صدر میشه، دچار کمبود اکسیژن میشه. در عصر شطور، در عصری که حتی سفینه در دریا نداره و با زورق‌های مختصری می‌بینیم به شط سفر میکنه و خیلی از این زورق‌ها و سفینه‌های ابتدایی و بادبانی اینا غرق میشن، و عصر اختراع ماشین هم نشده و ماشین در اونجا نیست و تکنولوژی نیست، از صعود در آسمان که سخن میگه خب بماند. از اینکه که انما یصعد فی السماء، که در آسمان وقتی انسان صعود بکنه چه احساسی به او پیدا میشه،
چی تبعات برای او داره و چی پیامدهای داره از این هم سخن میگه. خب با اشاره مختصر به این آیه کریمه مبحث را با شما عزیزان به پایان میبریم. ان شاء الله ادامه موضوع را با هم دیگر پی میگیریم. توفیق و یاری الله عز و جل در برنامه دیگر و جلسه بعد. دوستان و عزیزان و گرامیان حاضر، من خیلی خوش میشم اگر کدام ملاحظاتی و نقطه نظرها و دیدگاه های دوستان داشته باشند با این برنامه شریک بسازند و به این برنامه بپیوندند از نظر مشارکت و در حقیقت همه با هم و با همراهی هم کار بکنیم که برنامه ماننده این برنامه بتونه از غنای بیشتر برخوردار بشه. جزاکم الله خیرا. التماس دعا از همه عزیزان حاضر و سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.